سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیز. دکتر علی هستم، داروساز در کانادا. خب در ادامه مقایسه داروخونه های ایران و کانادا چند تا نکته خیلی خوب و مهمی هستش که من میخوام خدمتتون عرض کنم. قبلا گفته بودم که وقتی اینجا مالک و صاحب داروخونه هستین، امکان این وجود نداره که داروخونه رو ببندین و یکی از علتهاش اینه که نسخه ها به شکل ریفیل صادر میشن. وقتی که پزشک نسخه ای رو مینویسه، به فرض برای متفورمین، فرضاً متفورمین رو برای 3 ماه تجویز میکنه که هر روز 2 تا قرص متفورمین 500 مثلا بخوره. ما اینو به مدت 3 ماه تقسیم میکنیم و به شکل ماهانه بهش میدیم، 3 ماه رو یه جا نمیدیم و این موضوع علت داره. هر ماه که به اصطلاح مریض میاد داروش رو برداره، ما ازش سوال میکنیم که خوب میخوری؟ قرصاتو به موقع میخوری؟ سر وقت میخوری؟ ساید افکت داری؟ قند خونت چطوره؟ با دکترت ملاقات میکنی؟ اگه زود اومده باشه ازش میپرسیم که به جای 2 تا 4 تا که نمیخوری؟ اگه دیر اومده باشه ازش میپرسیم به جای 2 تا مثلا 1 که نمیخوری؟ اطمینان حاصل میکنیم که داروهاشو درست میخوره. یکی از علتهای مهمش همین هستش که وقتی که نسخه ای تجویز میشه که بیمار برای 6 ماه باید بخوره، ما 6 ماه رو یه جا نمیدیم، تقسیمش میکنیم به شکل ماهانه. یک نکته دیگه ای که وجود داره مبحث بلیستر پک هستش، مبحثی بسیار مهم و جدیده. علت این که ما داروها رو به شکل روزهای کوتاه به بیمار میدیم اینه که اطمینان حاصل بکنیم این دارو به شکل درستی داره مصرف میشه. بعضی بیمارها خب تعداد داروهای خیلی بیشتری مصرف میکنن، مثلا یهو 30 تا 40 تا دارو مصرف میکنه در هر روز. به همین دلیل اینو به شکل هفتگی بهش میدیم، حتی 30 روزه نمیدیم، به شکل هفتگی میدیم و دولت بابت این به ما پول میده که ما هر هفته یا هر ماه که دارو رو میدیم، بابت هر دیسپنسینگ، بابت هر دارویی که دیسپنس میشه، توضیح میشه به دست بیمار، بیمه اون شخص به ما پول میده، اگر بیمهش دولتی باشه. من گفتم دولت، منظورم اگر بیمهش دولتی باشه. مثال، منظورم از بلیستر پک اینه، به این شکل درست میکنیم، مثلا حدود 14 تا دارو صبح میخوره، اینو توی بلیستر پک میذاریم، صبح اینا رو میخوری، بعد از ظهر مثلا ظهر اینا رو میخوری، موقع شام اینا رو میخوری و موقع خواب، موقع خواب هم این یکی داروها رو میخوری. به شکل هفتگی براش بلیستر پک درست میکنیم و بهش تحویل میدیم. حالا شما فکر بکنید که چند صد تا اینجوری بیمار هستن و بلیستر پک میگیرن. هر روز یک عده بیمار هستش که هفتهش پر شده و بلیستر پکاشو باید از ما تحویل بگیره. بنابراین نمیتونیم داروخونه رو ببندیم. حتی اگر چند روز بخوایم استراحت بکنیم، مرخصی بگیریم، اگر شما هم مالک داروخونه باشید، امکان بستن داروخونه اینجا وجود نداره، مگر اینکه هماهنگی‌های لازم با کالج، با اتحادیه، با مریض‌ها انجام شده باشه تا شما بتونین داروخونه‌تون رو ببندید. نکته مهمش اینه که وقتی یک مریض نسخه رو برای مدت 6 ماه گرفته، این آبونه میشه توی این داروخونه، دیگه نمیتونه این نسخه رو از داروخونه دیگه بگیره، حتما باید از این داروخونه بگیره. اگر قصد داشته باشه همون نسخه رو از یک داروخونه دیگه دریافت بکنه، مراحل داره که ما باید نسخه رو ترانسفر بکنیم به یه داروخونه دیگه. اینجوری نیستش که همون نسخه رو بتونه ببره و از یک داروخونه دیگه بگیره. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری، خرید داروخونه یا باز کردن داروخونه دارین، این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین که اینجا باید حتما منابع انسانی کافی داشته باشین که بتونین داروخونه رو حتما حمایت بکنین و داروخونه رو باز نگه دارین. قراره درباره آزمون‌های داروسازی کانادا مفصل صحبت بکنم، درباره دونه دونه آزمون‌هاش قراره صحبت بکنم که امیدوارم آزمون‌های خوب
خوب و آسونی بتونیم به کمک این ویدیوها پشت سر بذارین. در یوتیوب ما سابسکرایب کنین، در اینستاگرام ما رو دنبال کنین، عضو گروه تلگرام ما بشین که مخصوص آزمون‌های داروسازی کانادا هستن. قراره درباره آزمون‌های داروسازی مفصل صحبت بکنم، درباره تک تک آزمون‌ها قراره یک سری تدریس‌ها رو بذارم توی یوتیوب.